سلام خدمت همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویانم و در خدمتتون هستم با یک ویدیو مختلط، نه از این که دختر پسر ها مختلطن، البته تو تماشا چه میتونن مختلط باشن، هر کدوم تو خونه خودشون، البته با اختلاط نگاه کنن، منظور این که به صورت مختلط نگاه کنن، منظور این که همون منظور این که توی ویدئویی که چند تا مطلب مختلف توشه. حساسیت ارز کنم که یکی اینکه جواب چند تا سوال میخوام بدم، یکی اینکه راجع به هوش مصنوعی صحبتی هست، یکی اینکه راجع به داستانهای بازی های لیگ آف لیجنز کاراکترهاشون دوباره راه میافته به زودی، البته به صورت خیلی دالاد چی میگن زیاد نه، ولی از حالت راکت در میاد. و اینکه یه سری سوال هم شده بود از هم من جمله اینکه آیا میشه از این بازی پول در بود از لیگ آف لیجنز. تقریبا تو ایران نه، اگرم بشه به صرفه نیست عملا پول در بودن از این بازی. خب راه جهانیش اینه که شما بازیتون خیلی خوب باشه، تیم تشکیل بدید به مسابقات، برای تیمای حرفه‌ای ازتون دعوت میشه و بله پولم میدم بهتون، پول خوبی هم میدم، ولی خب عملا به عنوان ایرانی نمیتونید این کار بکنید. اولا ایران تیم نداره، ثانیا اینکه یک لحظه بخشید، ثانیا اینکه خب زبانتون باید قوی باشه که برید اونجا از این حرفا. عرض کنم که یک لحظه من اینو فقط چوز کنم، در مکاتبه میکنم راجع به هوش مصنوعی ایرانی زال که اکانتش رو خریدم، خواستم تست بذارم، ویدیوشو ضبط کردم، فهمیدم داشتم مونیتور دومم ضبط میکردم، من این کلش پرید. قسمتی داره برای تصویر سازی و من ازش چند تا تصویر خواستم، خطا داد و مبلغ 50,000 تومان کردیت گرفته بودم، نصفش رو خورد. حالا الان پیام دادم که آره اینجوری شده، برمیگرده، اینا دارم بگیری میکنم، گفتن آره. در کل یه چیزی هم حالا دیتر راجبش میگم، اینو تکمیل کنم. بنابراین این قسمتش تقریبا نشدنیه کلا الان، اینکه بخواید یعنی ورود ایرانی‌ها به این بازی همینجوریش قاچاقیه دیگه، تیم که هیچی، خودمون که تیم نداریم، مگه اینکه بازیتون انقدر خوب باشه که اونا ازتون دعوت کنن، که تا جایی که میدونم تو ایران انگوش شمار داریم کسایی که به مستر یا چلنجر و اینها رسیده باشن، انگوش شمار واقعا نمیدونم. بعد روش دیگه این که اکانت بسازید بفروشید، خب دلاری که نمیتونید بفروشید، مثل هر کار دیگه ای که اینترنتی بخواید در جامعه جهانی انجام بدید یک حساب مالی میخواید، اکثرا الان با پیپل و اینها سایت ها کار میکنن که برای ما فیلتره، تحریمیم، اونا نمیذارن، اگر آی پی ایران هم بیفته بلافاصله اکانتتون محدود میشه، بنابراین نمیشه به طور خلاصه. اگه آشنایی هم اون برداشته باشید و بخواید به هر طریقی از شماره حساب اون استفاده کنید، چون شامل مالیات میشه، اگه اون شخص خودش شاغل باشه دو تا مالیات بهش میخوره، یعنی سیستم مالیاتی اینجوریه، اون به طور عادی باید مثلا 30% مالیات بده، اگه دو تا شغل داشته باشه باید 50% مالیات بده. بنابراین این کاری ندن که این پول به شما میرسه، این کار در حقیقت غیر قانونیه، ولی اون شغل اون محسوب میشه، میگه اینا یه درآمدم اینجا داشتی دیگه، پس مالیاتت میشه مثلا بیشتر میشه. عملا هم چیز نمیشه، مگه کسی رو داشته باشید که شاغل نباشه و انقدر خودمونی باشین که این کار رو براتون بکنه، که احتمالا خب بعد از کسر مالیات آره میشه حالا با هم توافق میکنیم مبلغی به اون برسه یا نه و غیره، ولی در کل این که بخواین اکانتی رو انقدر بازی کنید که به قول معروف سطحش بره بالا یا لولش به سینا برسه که بفروشین و اینها، به وقتش نمیارزه. من باشم یعنی اگه واقعا انقدر نیاز مالی داشته باشم آبدارچی میشم، این شغل راحتی، چند بار تایی میزنید، دو بار نهایتا تایی میزنید در روز، چند بار چایی میدین، حقوق یه ماه کارمندو میگیرین، بس دیگه. ارجو قرب بتونم زیاده، چون یارو میدونه بهتون میگه با چشم زمانه توف میکنین تو چایش، در نتیجه صرف نمیکنه. تو ایرانم که اصلا یعنی مگه میگم فکر نمیکنم اونقدی خریدار داشته باشه، یعنی مگه چند تا لیگ آف لیجنز پلیر داریم و چند نفرشون نظرن خرج کنن برای بازی، پس فکر نمیکنم. میگم مگه اینکه واقعا بازیتون انقدر خوب باشه که ازتون دعوت بشه، این تنها
راه معقولشه به لحاظ چیز. اگر تو فکر کانال بزنید کلن ممکنه مثلا در بهترین حالت، تازه الان که همین یک کاناله و یه جای دیگه این نیست و هرکی میخواد یاد بگیره تقریبا فقط تنها راهش اینه که بیچاره بیاد تو این کانال منو تحمل کنه، ماهی مثلا 10 یورو در میاریم، خیلی 10 یورو. و طبق قانون جدید یوتیوب هم این ماهی 3 تا ویدیو نذارید میپره کانت، یه اصالت پولی در میاد تا دوباره بیاید چیز بذارید، ویدیو بذارید. به جای این کارو بیاد کانال های قدیمی رو حذف کنه، هر چی سرچ میزنی ویدیو مال 10 سال پیش میاد به روز نشده هنوز. خب اینم از این. مطلب بعدی این که راجع به بازی ایج آف واندرز گفته بودم، نسخش رو تو کامنت ها نوشتم، و اینکه این بازی ها اصلا به بازی های نوبتی معروفه. حالا یه بازی ساده تری اول آموزشش رو میذارم، هیدن تاکتیکس، هیدن تاکتیکس یا هایدن تاکتیکس یا همچی چیز بود اسمش، حساسیت پستیه چیه خوده. بعد چون ایج آف واندرز خودش یه بازی خیلی پیشرفته یه و خیلی چیزا رو باید بدونید، به خصوص این که اغلب چیزا رو باید ترجمه کنم واسه تون. حالا همش ترجمه نمیخواد، یعنی یادتون هم که چجوری فرق با دیدن عددا و آیکونا بفهمید چی به چیه، اما بعضیش خب لازم داره. ولی بازیه که میارزه یاد بگیرید، بسیار سرگرم کننده، بسیار فکری و چالشی میتونه باشه اگه رو حالت نرمال به بالاش بذارید یا آسون بذارید، بزنیم کشور دیگه لاتو پارک کن کیف کن، یونیت های متفاوت و شرایط متفاوت و غیره داره، عملا اداره کشوره. بعد و اونجا یاد میگیرید چرا جنگ برای کشورها خوبه و کشوری که داغون میشن میگن سراغ جنگیدن و غیره، همش دنبال جنگ و اینها. نکته اینجاست که و مطلب بعدی راجب هوش مصنوعی ایرانی که گفتم، من خواستم تستش کنم، اکانتش رو خریداری کردم، فقط چیزی که نمیدونستم این بود که اکانت در حقیقت داره از دالی 2 استفاده میکنه. برای اینکه بدونید الان دالی 3 اومده و هر هوش مصنوعی وقتی میره تو نسل بعد قدرتش، قدرت پردازش و جوابگوییش و هوشش به اصطلاح چند برابر میشه. پس عملا دارید در نسخه قدیمیش استفاده میکنید و اینکه خطا زیاد داره، جوابای پرت و پلا زیاد داره، یعنی من تقریبا میتونم بگم 10 تا سوال ازش پرسیدم شاید 2-3 تا جواب منطقی گرفتم، بقیهش چرت و پرت بود. و ضمن اینکه بابت هر کلمه از اون کردیتتون کم میکنه، یعنی من نزدیک 50,000 تا که همین جوری بهتون میده، 35,000 تا هم خریدم، 40,000 تا چند تا تصویرسازی از نسخه شهرزادش خواستم، خطا داد ولی کردیتو کم کرد، یعنی نتونست به حال بسازه. و توی خود برنامه هم یه سری سوال کردم، مثلا ببینید میگم چند تا عکس از نسخه شهرزاد خواستم خطا داد، این همه توضیح میده، توضیحی که جواب من نیست، جواب من یک بله یا خیره و اینو از من کم میکنه. یا ترجمه مثلا داستان زیلیان رو خواستم، ترجمهش جالب نبود، یعنی نبردها و جنگ های بیشمار نارمک جوانی زیلیان را به بهترین بیننده شانسی تبدیل کردن، کلن چیز نبودش، میگم به درد بخور نبود، اما برای تست خب لازم بود، یعنی میخواستم بده. من اینو ندیده بودم، اگه اینو دیده بودم که اصلا سراغش نمیرفتم. در حال حاضر دالی 3 روزی 10 تا سوالتون رو جواب میده، یعنی 10 ماه 300 تا سوالتون رو جواب میده. از طریق سایتش هم نرین، از طریق تلگرام برین، رباتش تو تلگرام هست. و از اینکه خب طبیعتا نسخهش بالاتر، الان دالی 3.5 یا 4 اومده، 3.5 اومده، و اینکه تقریبا میتونم بگم منی که 1 سال دارم بوده ازش استفاده میکنم، تا الان کم هم نمیده، شاید 1 یا 2 مورد من بخاطر اینکه تو کد نویسی لازم شده و تو کد نویسی خیلی باید دقیق به چت جی پی تی توضیح بدید، یه لطیفه که دقیقا صدق میکنه وقتی میخوام بگم به کامپیوتر با چه زبونی باید حرف بزنی منطقش چجوریه، میگن مادر برنامه نویسی، چون برنامه نویسا زبون الگوریتم کامپیوتر رو فهمیدن، فعلا چارتای کامپیوتر رو فهمیدن دیگه،
بهش میگه که برو سوپرمارکت 5 تا تخم مرغ بگیر، اگر شیر داشتن دوتا بگیر. این میره و با دوتا تخم مرغ برمیگرده. مادر میگه 5 تا نداشتن؟ میگه چرا داشتن، ولی شیرم داشتن. میگه خب پس چرا شیر رو نگرفتی، چرا اینو دوتا گرفتی؟ میگه آخه گفتی اگه شیر داشتن دوتا بگیر. دقیقا چت جی پی تی اینجوریه. خیلی وقتی یک چیزی که به نظر شما خیلی منطقیه، میگید من مثلا کد تنظیم سرعت یک آبجکت رو میخوام، یک کد بهتون میده میگه با این عدد بزنه، میگی نه مثلا اگر منظورم اینه که شتابم داشته باشه مثلا چیز میکنه، میگه نه مثلا مقدار اولیه اینم بهش بده. اینا رو همه بهش گفته باشین. در حالت عادی وقتی میگین تنظیم سرعت، انتظار دارین اون واحد سرعت در ثانیه یا دقیقه یا مثلا ساعت رو به محاسبه کنی، شتاب داشته باشه، جهت داشته باشه، یا مثلا خیلی چیزهای دیگه لحاظ کنه که مثلا فیزیک شی رو لحاظ کنه و غیره. این چیزها رو کار نداره. فکر میکنم همه اونا رو داریم، فقط یه تیکه کد رو میخواییم. من اینجوری اونم یک شاید دو یا سه مورد، بیشتر نه، فکر نمیکنم سه مورد هم شده باشه که من اون 10 تا سوال کمم باشه. بنابراین نیازی ندارید که خرید کنید. اما خب دوست داشتم تست کنم و میگم ندیدم نسخه دوه، این اشتباه هم بود. اینا که خب اصلا ارزش نداره که بخواید پول خرج کنید برای یک نسخه از دور خارج شده، فقط بخاطر اینکه فارسی. مگه اینکه بخواید این کارو بکنید، باز هم چت جی پی تی خودش فارسی هم تا حدودی متوجه میشه، حداقل برای اینجور مواقع. نمیدونم حالا لازمتون اصلا میشه یا نه. در کل این هم گفتم، اینم تو توضیح داشته باشیم. و ضمن اینکه اون عکسی که اون روز از توی کامیونیتی گذاشتم از چیز بوده، یوری فورجر، خب این هم با هوش مصنوعی ساخته شده. دقیقت تصویر انیمش توی گوگل ایمیج هست، اینو دادم و ازش خواستم واقعیش کنه. ولی خب باید بدونید همچنان هوش مصنوعی در ساخت چهره انسان به خصوص چشم مشکل داره اکثرا و تصاویر آماده بعد استفاده کنه. و نکته دیگه در دست ها و گاهن پاها حالتشون مشکل داره، یعنی نمیتونه هنوز تشخیص بده. خیلی جالبه که دست، منطق دست رو نمیتونه. یعنی ببینید خلقت انسان چقدر چیز پیچیده و جالبیه که هوش مصنوعی با این همه امکانات و اینکه تمام دانش جهان رو در اختیار داره، نمیتونه هنوز تشخیص بده که منطق دست چیه. اینه که یه معرفی راجع به هوش مصنوعی میخوام بذارم، دروغ نگم یک سرچی کردم ببینم تو نسخه فارسی هست. ماشاءالله هموطنا اکثرشون، نه همه، به خاطر اینکه بیننده بگیرن انقدر دروغ و چرت میگن توی کانال هاشون، مزخرفاتی میگن که یعنی یه هوش مصنوعی رو معرفی میکنه اینجوری کنه که هوش مصنوعی پولیه مثلا. آره ویدیو میسازه ولی خب پولیه، به چه درد یه ایرانی میخوره مثلا. بعد میگه با، یا نمیدونم، با هوش مصنوعی درآمدزایی کن مثلا، ویدیو بساز پول در بیار. مزخرف محضه. اگه به همین سادگی بود، آره. حالا این کانال هم که میبینید مسخره بازی در میارن و پول در میارن، داستانه پشت پرده ای داره. اینجوری نیست یعنی شما همون کارا رو هم بکنید به اون نتایج نخواهید رسید، داستان داره، بماند. جاش اینجا نیست. ولی مثلا این تصویری که این سمت راستی کاراکتری که طراحی کرده بودم و میخواستم ببینم واقعیش چه شکلی میشه و با استفاده از هوش مصنوعی لئوناردو این کار کردم. در حقیقت اکثر این تصویرسازای اینطوری یه کردیتی بهتون میدن که بعضیش روزانه شارژ میشه و میتونید بارها ازش استفاده کنید، ولی تعداد محدود در روز. و اینکه میرید تو صف انتظار، اولویت نداره کارتون. که میگم بر ما زیاد چیز عجیبی نیست، تو ایران معطلی چیز عجیب غریبی نیست. مثلا شما هزینه پست پیشتاز میدین که طبق قانون 24 ساعت، نهایت 72 ساعت بعد محصوله بهتون برسه، بعد 7 روز 10 روز میرسه. به بازرسی اداره پست هم میگین اتفاق نمیفته. اینو بخوام، این خاطر میگم خیلی کسب و کار اینترنتی شده. یعنی میخوام بگم این مملکت اصلا بر ما دیگه زمان خیلی شل کردیم. ولی برای مثلا یه نفر که کارش اینه که بعد هی تصویر سازی کنه، تولید محتوا کنه، زمان مهمه.
و دوست داره مثلا الان 10 تا تصویر رو همین الان بهش بده، این نتایج راضی نبود، بلافاصله یه ثانیه بعد 10 تا دیگر رو براش تولید کنه. اون معطلی 20 ثانیه ای مثلا خیلیه، تازه اگر اینترنتمون خطا نده. اینقدر تر زدن تو این کشور، انتظار دارن بریم به هر آشغالی هم رای بدیم که بیاد بدتر تر بزنن تو کشور. کار نداریم، بگذاریم. یه سری آموزش راجع به هوش مصنوعی هم خواهم داد و اگر ببینم، چون امروز خودم اینو دیدم متاسفانه که یه عده دارن با این کارهاشون یعنی ملت رو گمراه میکنن، من از این کانال رو ببینم یا اگه سراغ داریم بهم بگی معرفشون کنم که بگم اینا چرت میگن، دزدن، بی سوادن، احمقن، گاون و فقط برای اینکه دیگران رو گول بزنن دارن یه چرت و پرتایی تولید میکنن. البته گیمر رو باهوشن، قیافه طرف رو ببینین میفهمین که مغز داره یا نه، بعضیشون واقعا قیافهشون داد میزنه خنگن. یک چیز دیگه ای که بود، یه آماری بگیدم حالا توی کامیونیتی به زودی که چمپیون بعدی که بخوایم داستانش رو بگیم کی باشه. حالا میگم این مدت خیلی چیزا هست میتونم آموزش بدم، ولی ترجیح دادم که مثلا برای اونا کانال جدایی بزنم، برای بازی سازی، ساخت سبودی کاراکتر و اینها، نه اینکه نیست، خیلی هست تو اینترنت. سبک آموزش ها فرق داره، هر کس با یه بیانی بهتر یاد میگیره. زمانی آموزش فتوشاپ داشتم و افتر افکس و اینها، خب شاگردام معتقد بودن که فنبرین خوبی برای آموزش دارم. اونها را هم در آینده خواهم داشت ایشالله در کانال دیگر. برام بنویسین آیا به نظرتون جالب هست معرفی هوش مصنوعی ها رو بذارم یا نه، این هوش مصنوعی ها برای تولید تصاویر، برای تولید محتوا، یا یعنی اینکه حتی نحوه استفاده از هوش مصنوعی، اینکه چطور ازش سوال ها رو بپرسیم، کجا این کار رو بکنیم، رایگان هاش رو معرفی کنم و اینها. این هم از این. خودم داشتم فهم میکنم، چون خودم زیلیان رو خیلی دوستم، داستان بعدی زیلیان باشه یا، ولی کارکتری که پرطرف دارن خب مثلا فرضاً زیلیان احتمالا جزوش نیست و سعی میکنم که یعنی همزمان با همون قضیه از هوش مصنوعی برای تصویر سازی استفاده کنم، یه مقدار باحالتر باشه داستان از حالت پادکست بیاد بیرون. این هم از این. خب با آرزوی این که این اینترنت داغون مملکت بهتر بشه، لنگر از توی مسئولین بیاد بیرون، این لنگرت سرویس کرده ما روی مسئولین هم که اصلا درد نمیفهمن، شما رو به خداوند منان می سپارم. تا ویدیو بعدی وقتتون بخیر، خدا نگهدار.